آقا اجازه میدی؟ اختیار داری؟ خیلی شما بفرمایید. چطوری؟ خیلی ممنون. خوشحالم میبینمتون. من هم اینطور. با افتخار. خواهش می‌کنم با افتخار من. حال احوال می‌کنی؟ همه ی خوبین؟ عالی. بعدش چی میگن؟ هر چی دوست دارید نمیدونم مثلا میگن. ورزشکار هستین؟ بله. خالی بندا. صداها ورزشکاری نیست. من بودم خالی بندا. تو خود ورزش می‌کنی؟ در حد اینکه از اون در واقع فیتنس بدنی خارج نشم. آره چون واقعا داری این فیتنسو. آره. شکم بیرون نزنه. آره مال من زده. هممون داری؟ آره. مال غذاست نه؟ مال غذاهامونه. آره چون خارجی ندارن تو این سن و سال. آره این حجم برنج و نشاسته و اینا و چربی هایی که استفاده میکنیم و ورزشی که نمیکنیم. همینطور. خب حالا هوا چطور؟ اصولا اوضاع چطور؟ خوبه؟ خوش میگذره؟ آره همه چی خوبه. جاده تبریک بگیم به شما به خاطر برنامه خوبتون. خیلی بازتاب داره، خیلی بیننده داره. من میدونم که اونایی هم که نمیبینن حالا وقتشون نمیرسه که ببینن خود برنامه رو، میرن توی فضای مجازی دنبال میکنن اون مهمونا که دوست دارن. همه چیش خوبه. تبریک میگم. خیلی ممنونم. متشکرم از تشریفت. این برنامه خیلی لذت بخش چون خودت یکی از آدمایی هستی که خیلی سال تو تلویزیون داری کار می‌کنی. به هر حال خودت یک اختیار معیار به حساب میای. هندوانه میل می‌کنی؟ نخیر. شما از بچگی چرا میل اقا محکم میگی؟ ممکن صدا بگیره. راست میگی؟ آره بعض درما میخورم. اه چای میل میکنی؟ اتاق که بودم چای زیاد خوردم. خب آب میخورم. آب فخر آب بفرمی خیش. مرسی. از بچگی عاشق فوتبال بودی؟ شدیداً به شدت. چرا؟ نمیدونم شاید یه جورایی تو خونم بوده. مثلا یه جورایی بود که مثلا میرفتم خودم تنهایی توپو میزنم به دیوار، کسی که پیدا نمیشد. انقدر میزدم تو بالاخره یه نفر سه توپو میشنید، بالاخره میومد. یه جوری بازی شروع میشد و اون یه نفر که میومد حس میکردم که دنیا رو به من دادن. بالاخره تنهایی در اومدم، یکی هستش که بیاد بازی کنه. و متاسفانه اون محلی که ما بودیم زیاد فوتبالی نبودن. تغییری که کردیم اومدیم جای دیگه. اونجا درست شد. آره اونجا درست شد. کجا به دنیا اومدی؟ من تهران به دنیا اومدم و البته یه دو سه سالی آبادان بودم، بعد دیگه مثلا از سال هلوش 60-61 دیگه تهران بودیم تا الان. تهران پارس. تهران پارس. بله. جا به جا شدنتون و انتقالتون به تهران پارس اوزار درست کرد؟ اونجا بچه ها فوتبالی بودن؟ فوتبالی بودن شدید. بعد دیگه از صبح تا شب همسایه ها دیگه آسایش نداشتن. یه همسایه هم داشتیم خیلی جالب بود که توپمون رو نمیداد. هر موقع توپمون میافتاد خونه‌اش نمیداد. بعد توپو جمع میشد فکر کنم مثلا 20 تا میشد. این که میرفت مثلا مسافرت خانومش دلش میسوخت همه توپمون میداد، ما خوشحال بودیم. چه با کلی کیف. چرا همش اونجا بازی میکردین؟ خب جای دیگه نداشتیم بریم. اون موقع دیگه نبود، امکانات نبود، کوچه و خیابون بودیم. الان چقدر کم شده بچه‌ها تو کوچه فوتبال بازی کردن. الان انقدر ماشین زیاده دیگه. آره نمیتونیم، نمیشه بازی کرد. پارکینگ شده کوچه ها. چه غم انگیز. و دلت میخواست فوتبالیست بشی؟ آره خیلی 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 دوست داشتم فوتبالیست بشم ولی نشدم. هم این قصه دارت کرد؟ آره تو مثلا تا 15-16 سالگی هم بازی میکردم مثلا در نوجوانان اینا. بعد کجا؟ آره، توی در واقع باشگاه شهید عراقی بازی میکردم یه مدت در رده نوجوانان تا سن مثلا 15-16-17 سالگی. بعد دیگه رها کردم دیگه. چی شد رها کردی؟ خودت دلش کردی؟ آره هم احساس کردم که شاید مثلا نتونم ادامه بدم به سطح بالایی برسم. ناامید شدی؟ آره نه میدونی چه خب به هر حال هر کسی یه استعدادی داره، شاید من استعداد نداشتم. ناامید شدی؟ آره خیلی. بعد چی شد فهمیدی که میتونی گزارش کرد فوتبال بشی؟ از اونجایی که عکس فوتبالیست‌ها رو جمع می‌کردم فهمیدم که تو این زمینه مهارت دارم. ای چجوری شد بگو؟ خب دنبال دیدن فوتبال بودم. باورتون نمیشه مثلا اخبار ورزشی رو ضبط میکردم با ویدیو میرسم دوباره نگاه میکردم، گلاشو هی نگاه میکردم. اصلا یه جور وحشتناکی دیگه، یعنی اصلا خودم غیر قابل تحمل بودم تو خونه. بعد مثلا هر فوتبالی بود مثلا اون موقع چون 10 دقیقه بیشتر پخش نمیشد، ساعت مثلا یک شب آقای شفیع آخر برنامه ورزش مردم اون 10 دقیقه رو میذاشون آخر که شما همه رو ببینین، دیگه تکواندو و کشتی و همه رو ببینید، ورزش محله همه رو ببینید. اون 10 دقیقه آخرشو دیگه میرسن با بدبختی نگاه میکردن دیگه آخر شب. بعد عاشق بودی؟ آره دیگه دیوانه. همه رو میشناختی فوتبالیستا رو؟ آره دیگه تقریبا اونایی که مثلا معروف بودن رو میشناختم، ولی دیگه نه مثلا بیام مثلا الان که مثلا با عنوان شغل دارم بهش نگاه میکنم برم دیگه مثلا سرچ بکنم و اینا، نه اینجوری نه. مزدک شما متخصصین این موضوع که تفسیر میکنید، گزارش میکنید،
و برای ما تعریف میکنین فوتبالو، چجوری انقدر دقیق تشخیص میدین الان پاس به کدوم بازیکن رسید؟ چون تا شمارش رو که شما نمیدونم از جای بازیکن چند تا مشخصه داره، هم جای بازیکن که شما فرمودید، همین که کجای در واقع مثلا زمین مثلا پاسو میدن، مثلا با پای چپشون میدن، پای راستشون میدن، موهاشون چه شکلیه، اینا برای همه اینا رو باید ببینید. آره اینا تو ذهن، چون شماره‌هاشون مشخصه، همون شما گفتید مشخصه. بعضی وقتا شماره‌هاشون معلوم نیست. آره بعد مثلا زاویه دوربین یه جوریه که شماره‌اش معلوم نیست. آره بعضی موقع دورم هست. بعضی موقع ممکنه این لابل الکی یه چیزایی بگه. آره می‌خواستم اینو بگم. بعضی موقع هم مثلا وقتی که اون دوره، شما میتونید با حرفای پراکنده فضا رو پر بکنید تا مطمئن که شدید مثلا کیه، بعد اسمو بگید. نه اینکه مثلا یه چیزی بگید بعد اشتباه در بیاد. ولی ممکن الکی اسم بگیم؟ الکی نه. نه. باور کنیم. اوایلش من راستشو بگم یکی دو بار این کارو کردم، بعد دیدم اشتباه در میاد دیگه بیخیالش شدم. پس دروغ بهمون میگفتن ولی ما اعتماد میکردیم. چقدر من فوتبال نگاه میکنم اصولا. و این کار تجربه خیلی لازم داره، یعنی شما هر بازی فکر میکنم نسبت به بازی قبل تجربه بیشتر شده و اشتباهاتت خب باید کمتر باشه عملا، حالا نمیدونم میشه یا نمیشه، ولی این تجربه خیلی به کار میاد. توی تلویزیون چند تا این که عالی هستین توی این قضیه، تو تشخیص بازیکن و دقیق گفتن و همه اسما رو گفتن. بچه خوبن، خدا رو شکر. مثلا چند نفری؟ فکر کنم الان دیگه با بچه جوانی که وارد شدن 10 نفر 15 نفر باشیم. تو فوتبال فقط. آره. آره. تو فوتبال. آره 10 15 نفر هستیم. آره الان مثلا تو این چند سالی که شبکه ورزش هم به وجود اومده، فکر می‌کنم یه 5 6 نفر جدیدی هم اضافه شدن و فکر کنم کلا یه پک 10 12 نفره باشیم. و قبل از تو، یعنی تو ببین اصولا وقتی که تو وارد شدی چند تا جوون بودین و شماها خیلی زودم به قول معروف مهرتون به دل مردم نشست، مردم خیلی زود باهاتون ارتباط برقرار خب کردن. خب میدونی چیه، خب من خاطرم هستش، من مثلا سن شاید 10 11 سالگی بود یه بار آقای شفیع رو دیدم. باورتون نمیشه. سالت بود؟ آره از نزدیک آقای شفیع رو دیدم. تو در 12 سالت بود؟ برای اولین بار دیدم آقای شفیع رو. آره خب بعد باور کنید تا دو سه روز خوابم نمیبرد که من آقای شفیع رو دیدم. بعد خدمتتون عرض کنم که اون خب اون دوران ما مثلا حالا آرزومون این بود که یه فوتبالیست، یه گزارشگر، یه بالاخره یه شخصی رو که مرتبط با فوتبال رو نزدیک ببینیم. و خوشبختانه آقای حاج رضایی هم که الان که کارشناس هستن، من با پسرشون دوست بودم، همسن و سال بودیم، ایشون هم تو محله ما بود، تهران پارس بودن. بعد جالبه که یک بار رفتم ورزشگاه و ایشون رو دیدم که مثلا مربی تیم سعدآباد بودن، دارن کنار زمین حرکت میکنن. باور کنید اون لحظه مثلا برای من یه دنیا بود که مثلا من با یه مربی فوتبال از نزدیک دیدم. بعد حالا شما اون سالی که شما کردیم، من رفتم اینجا دیگه توضیح دادم. آره خب اون موقع آقای شفیع بودن، آقای کوتی بودن، آقای علیفر هم بودن، جواد خیابانی تازه وارد شده بود، بعد دیگه عادل اومد و پشترش هم من اومدم. یعنی بعد از من تا یه مدتی کسی دیگه ورود نکرد تا اینکه آقای یوسفی اومد. خب اون دوران که ما وارد شدیم، با توجه به اینکه ما اهل مطالعه بودیم و اینا، فکر می‌کنم یه مقدار قضیه‌مون فرق می‌کرد، چون نه که دوستان قبلی اهل مطالعه نبوده باشن، ولی خب ما این مقدار قضیه رو جدی‌تر گرفتیم، یعنی سعی کردیم که در حین گزارش اطلاعات بدیم، یه مقدار یه موج نوعی بود که جزئیات بیشتری آره رو در اختیارش قرار دادیم. فکر می‌کنم اون باعث اقبال عمومی شد و به هر حال تاثیرگذار بود که آره. باعث شد که مثلا من یک سال بعد از این ورود کردم، جام جهانی 98 بود، یک سال هم یه 7 8 ماه من 10 تا بازی جام جهانی 98 گزارش کردم. یعنی واقعا اون موقع لطف داشتن به من که مثلا اون موقع اطمینان کردن تو اون وضعیت، 10 تا بازی رو من گزارش کردم. سوتی هم دادی تو همون مسابقه 100%. درمون تعریف می‌کنی؟ یه بازی بود، اون موقع یه مجری بود، یه کارشناس بود، یه کارشناس داوری بود، گزارشگر میشد توی صحنه. حالا این اسمش سوتی نمیشه، نمیتونه باشه، ولی خب مجری برنامه آقای منصوری راد بودن که من همینجا بهشون سلام می‌کنم اگر که می‌بینن، واقعا بهشون احترام قائلم. ایشون دیر کرده بودن، گفتن آقا اگه ایشون نه شما باید برنامه رو شروع کنید. اما دست و پا میلرزید، یعنی اصلا داشتم چند سالت بود؟ 25 سالم بود دیگه. بعد دیگه تا مرز نابودی هم رفتم، یعنی دیگه نفسم بالا نمیاد. اینا من گزارش کرده بودم چند تا بازی رو، ولی وقتی آقا اجرا بکن داشتم دیگه پس میافتادم. خوشبختانه دیگه ثانیه آخر آقای منصوری رسید. از راه رسیدن. آره و آره انگار دنیا رو من دادن. آره واقعا. ولی خب سوتی، آره سوتی سال 81 بود فکر می‌کنم، بازی جام ال جی بود سال 80 81 80. بعد من ورشگاه آزادی داشتم گزارش می‌کردم، موقع کنار زمین گزارش می‌کردیم. بعد من از کنار زمین داشتم بازی رو گزارش می‌کردم،
ایران و بوسنی بازی میکردن، نیمه اول آقای میرزاپور دروازه‌بان ما بودن. بعد من دیدم که بین دو نیمه برومن داره خودش گرم میکنه، برومن داره خودش گرم میکنه، خب گفتم حتما شاید نیمه دوم بخواد بیاد تو زمین دیگه. نیمه دوم شروع شد بدون اینکه اصلا نگاه بکنم به اون سمت. ولی تو هیچ اشاره ای نکردی؟ نه من هیچ اشاره نکردم، ولی نیمه دوم اشاره رو کردم دیگه. نیمه دوم گفتم آقا پرویز برومن تو دروازه است. یه 10 دقیقه گذشت، یه یکی بعد شما گفتم آقا چی داری میگی؟ اون داوود فناییه گلر وایساده. یعنی انگار که آب سرد همونجوری ریختم سر بازی ملی با اون همه بیننده، شما مثلا دروازه تیم ملی رو اشاره. خب دیگه خیلی بد بود دیگه. حالت واقعا نابود شد. آره یعنی یکی از بدترین خاطراتمون هنوز یادم مونده اون سوتیه. آواز هم میخونی؟ نه بابا. اصلا. اصلا. جوک میگی؟ نه، اهل جوک هم نیستم. کلا تو گزارش ممکنه تیکه چیزی بندازم، ولی همینجوری نه. راست میگی؟ بازیکنام دست من شاکی هم دیگه چندشون. آره. چی میگی بهشون؟ نه مثلا نه اینکه مثلا چیزی بهشون بگم که ناراحت بشن، ولی مثلا اشتباه که میکنم یه مقدار من زبونم تون میشه، نه دست خودم نیست، بعضی موقع میبینی یه چیزی گفتم. مثلا اون اوائل کارم بود، تازه وارد شده بودم، بازی سایپا و پرسپولیس بود، علی کریمی از وسط زمین توپو گرفت، بهزاد غلامپور اومد بیرون توپو از دست داد، علی کریمی اصلا اونجا زد تو گل، یه گل فکر کنم تاریخی بود دیگه تو فوتبال ما. بعد من گفتم آقا بهزاد غلامپور اشتباه کرد و اینا، اصلا ناراحت شد. آره خیلی من دوستش دارم بهزاد، واقعا چون تو این چند وقتم خیلی باش ارتباط داشتم، آرزو میکنم که پسرش هم سلامت باشه، خودش هم سلامت باشه. ولی خب خانومش بهش گفته بود که ظاهرا من یه سری چیزا گفتم که خیلی بد بوده. بعد دیگه آخر بازی دیدم داره داد میزنه، آقا منو گرفتم بردم تو ماشین صدا سیما قایم کردم. آره اینقدر عصبانی شده بود. آره بعد دیگه من نجات دادن اینا. بعد خودش فهمید که من اونجوری نگفتم، گفتم اشتباه کردم دیگه اونجوری نگفته بودم. آره خلاص خانمش یه ذره تندتر بهش رسونده. آره خانمش یه جوری بهش رسونده بود. خب میدید دیگه، آخر بازی تلفن زد بهش گفته بود. آه بعد از بازی تموم. آره. شده بود. آره. تلفنی بهش. آره. گفته بود. بعد بعضی مثلا تماشاگر که لوس تو زمین بوده فهمیده. خانم موبایل زنگ زد. مثلا الان بار بابا چیه؟ خب الان که خیلی جالب شد، مثلا شما دقیقه 30 بازی می‌بینید مثلا جایگاه هوادار یه تیم دارن برای شما فشار میدن، شعار میدن. آره. باطی کردم. بعد متوجه میشی که آره مثلا شما یه چیزی گفتی اونا ناراحت شدن، اونایی که تو خونه بودن به اینا رسوندن که آقا جایگاه فلان. آره جایگاه فلان حساب طرفو برسید. اینجوریه. آ چه باحال. بعد یه آخر بازی آنلاین. آره آخر بازی باید حواست باشه که سالم برسی به ماشینت. شده که تو وضعیت بدی قرار بگیری؟ آره یکی دو بار شده. خیلی بد؟ دیگه فوش میدن دیگه. آره دیگه به همین راحتی. اونجا هم که اصلا این نوع نواد میره میاد نه؟ مدل استادیومی. آره خودت بازی تماشا کردی به عنوان تماشاگر؟ خیلی زیاد. همش دائما تماشا کردم با پسر همین آقای حاج رضای عزیز که بهمن، من بازم بهش سلام میکنم، به همه سلام کنم. بهمن عزیز خیلی بازی رو میرفتیم نگاه میکردیم نزدیک و خیلی لذت بخش بود. یعنی واقعا لذت بخشه وقتی که شما وارد ورزشگاه میشی، اون شور و حرارت ورزشگاه رو میبینی، بعد بازیکن‌ها وارد میشن همشون محبوبن، مثلا وقتی سن پایین‌تره اونا واقعا براتون مثلا نمیدونم یه چیز فر تصور میمونن و تا تو موجش قرار نگیری واقعا حس نمی‌کنی. خیلی 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 جذاب. ولی در زمان حرفه‌ایت هم رفتی فقط تماشا کنی؟ در زمان حرفه‌ایم آره مثلا شده، آره یکی دو بار شده، یکی دو بار شده. ولی شما هیچ وقت نمیگین طرفدار کدوم تیمی؟ نه هیچ وقت. هیچ وقت. ولی طرفدار تیمی هستی؟ تو بچگی مثلا هممون بودیم طرفدار یه تیمی. بعضی حالا الان دیگه دارن اون حسو، بعضیا سعی میکنن اون حسو بکشنش، یعنی با حشره کش. تو کشتیش؟ آره. ای خیلی خوبه. میدونی چرا دیگه درد سر ندارین؟ بی طرف. بعد بعضی ما مثلا نه خیلی زیاد. بعضی ما مثلا دوستایی که تو رو از بچگی میشناسن میدونن طرفدار اون تیم هستی، میان سراغه، میگن تو دیگه کی هستی؟ تو طرفدار تیم مقابل شدی چرا؟ نمیدونم فلان. نه به خدا اینجوری نیست، من اصلا طرفدار هیچ تیمی نیستم. مگه میشه اصلا همین چیزی؟ اصلا امکان نداره. ولی خب واقعا باید مثل داور باید باشیم دیگه، یعنی واقعا هره. اگر بخوایم تو یه طرفه بریم خیلی بد میشه. ولی خب بعضی موقع میبینی از ترس اینکه مثلا اونایی که مثلا میدونن کدوم طرفی هستی طرف مقابل رو میگیری برعکس. آره. معکوسش میکنی بعد بدتر میشه دیگه. آره
تو کشتیش؟ آره. پس الان راحت میتونی بگی کدوم بوده دیگه؟ نه. مگه نکشتیش؟ تو داری میگی دیگه هیچ حسی بهش نداری دیگه؟ نه، این سوالش وقت نمیتونم جواب بدم. آره اگر که تو علاقه من بودی، آره من میگفتم حق داری، ولی دیگه الان که برات فرقی نداره. بازم نمیتونم جواب بدم. پس داره. پس هنوز میل داری. اگه من الان بگم طرفدار فلان تیم بودم، حالا آبی یا قرمز یا هر رنگ دیگه ای، بعد دیگه اون وقت بالاخره دنبال منه دیگه، یعنی هیچ جوری نمیتونم ازش فرار بکنم. بالاخره میگن آقا تو بالاخره طرفدار این دیگه، یعنی همچنان اتهام بهت میزنن. آره اتهام سرجاشه. حالا ولی واقعا هنوز میل داری بهش؟ گفتم که ندارم. تا نه راست بگو. نه اصلا. شاید 5% هنوز یه چیزی اون تر مونده. آره. یه وفاداری هنوز داره. 5% هست. آره ولی در مورد تیمای خارجی میتونم بگم مشکل ندارم. بگو. من طرفدار یوونتوسم. کیا طرفدار یوونتوسم؟ 1-2 چقدر زیاد. 1-2 خیلی. دیگه چی؟ همین؟ فقط؟ بعد از یوونتوس تیم مورد علاقه چی؟ بعد از منچستر یونایتد. منچستر یونایتد کیا؟ تعداد بیشتر شد. تعداد بیشتر شد. بله. و تیم تیمای چیز چی؟ تیمای ملی ایتالیا. خارج ایتالیا. آو ایتالیایی. عادل چی؟ عادل طرفدار کجاست؟ عادل انگلیس بیشتر. تیم باشگاهیش هم انگلیسه. باشگاهیش نه دیگه، لیورپول دیگه. به شدت با هم مشکل داریم. آها شما دو هر هفته کری داریم دیگه. آره. تیم اونا میوازه، من شروع میکنم تیم ما میوازه. البته تیم ما بیشتر میوازه ها. امسال اوضاع خرابه. گفت نگفته بهمون که چه جوری اومدی توی ماجرا. ماجرا اینجوری شد که خب من به واسطه پدرم، چون پدرم کارگردان تلویزیون سازمان بود. چند بار اسم کوچیکشون چی؟ علی اصغر میرزایی. شبکه یک بودن اون موقع. یک بودن. آره عصر گل یاس کار کردن. اوه. بعد خدمتتون عرض کنم که آره خیلی سال گذشته. بله. بعد خب من معرفی کردم گروه ورزش، من هی تست میدادم من رد میکردن. یه دو سه سالی طول کشید و به هر حال هی من رد میشدم دیگه، میرفتم برای خودم زب میکردم. کی تست میگرفت؟ دکتر نادرپور اون موقع تست میگرفتن. و خب تو همون دورانی که من تست میدادم و رد میشدم، عادل قبول شد. آها قبل از من. منم دوم نمیشناختیش اصلا. دیگه ما هم دوست شده بودیم، انقدر میومدیم میرفتیم در دیوار آویزون بودیم، تو رو خدا تو رو خدا یه 5 دقیقه به ما بدین دیگه، اونجا دوست شده بودیم. بعد دیگه من میرفتم تمرین میکردم، همین برای خودم میذاشتم گوش میکردم، گفتم که این کارو بکن که بتونی مشکلات رو برطرف کنی. بعد گفتم آقا با حضور آقای شفیع، آقای صالح نیا که انقدر جا افتاده هستن، شما صداتون بچگونه است، برو. من زیر بار نرفتم، هی تمرین و تمرین و تمرین، آخر سر بالاخره گفتم آقا بیا این فوتبال مثلا 5 دقیقه رو آره شما یه گوشه ایشو بگو. تا اینکه جواد خیابانی اون موقع تایید کننده یه برنامه واسه دنیای فوتبال بود، جمعه شب ها 3 فوتبال رو خلاصه می‌کردن، هر کدوم 30 دقیقه 1 ساعت و نیم پخش می‌کردن. اجازهشو گرفتن که منم یه نیم ساعتی گزارش کنم، یه نیم ساعت رو جواد گزارش کرد، نیم ساعت عادل، نیم ساعت من. بازی موناکو و نانت بود که من گزارش کردم. هر ستون هم اونجا بودین توی استودیو بودین؟ نه تک تکی رفتیم جدا ضبط کردیم. آره. ولی استودیوم خب استودیوم یکی بود دیگه. بعد دیگه این بازی رو فرستادم پخش، من حالا خدا میکردم که پخش بر نگردونه. آره. که بگن آقا این چی هستن. آره. چون برای مجوز میخواستم. آره. همجوری نبود که بالاخره ظاهرا مجوز لازم گرفتم، اون پخش شد و من نفسی راحتی کشیدم. آره دیگه اون اولین بازی بود که من واقعا جدا تشکر کنم از جواد خیابانی عزیز که خیلی کمک کرد. اون اوایل کار خیلی خیلی به من کمک کرد، الان کمک میکنه، ولی اون کمکش هیچ وقت فراموش نمیکنم. مخصوصا یه بازی بعدش، بازی ایران و روم بود که ایران 7-1 باخت دیگه، ایران 7-1 به روم باخت دوستانه قبل جام جهانی 98 فرانسه، که اون بازی رو من گزارش میکردم. جوادم ما بین گزارش من میومد و صحبت میکرد، یعنی اونجوری گزارش نمیکرد، که اون بازی به من یه مقدار اعتماد به نفس داد تا بتونم بهتر کار بکنم. و دیگه بعد از اون تونستم کم کم تکی گزارش بکنم، چون قبل از اون اصلا یه مدل سازمان اینجوری که دوتایی با هم گزارش میکردن. بعد دیگه کم کم تکی گزارش کردم و انگار که مثلا پشت فرمون میشین دیگه، خیال راحتی کسی بغلت نیست دیگه، کم کم گشتم دلمو. آره دیگه رفتم. چه بخیر، تبریک. مرسی. جواد خیابانی رو براش دست بزنیم واقعا. جواد خیابانی چاکرم. برای عادل هم دست بزنیم.
آقای شفیع هم باید تشریف بیارن به خندوانه. ما این سری جایزه میدیم تو برنامه، قرعه کشی میکنیم، جایزه میدیم. دوست داریم این کارو. تماشاچی هم بیشتر از ما دوست دارن این کارو. نه؟ آره. خیلی وقت اصلا منتظر اونن فقط. اگه میتونستن جایزه رو در باز بود میرفتن بیرون. خیلی ممنون، خداحافظ میرفتن. آقای شاوسن شماره رو بیارین. الان همتون کارت دارین دیگه نه؟ یه دور همتون کارتتون رو بگیرین بالا ببینیم که همه شماره دارن. متشکرم. مثلا فرزند داری؟ نه خیر. نداری. تو بکش. دست خودم باشه. دو. محمد رضا شیخی هستم. آقای شیخی از یک تا 14 یک رو انتخاب کن ببینیم چی گیرت میاد. 8. عکس با مهمون، خیلی هم باحال. خب پس حالا بعد موبایل تو بیاری اینا، رفتیم برگشتیم شما موبایل تو بیاری عکس بندازیم، یا با موبایل حالا عزیزی که اینجا هست، یا اصلا ما میتونیم عکسو بندازیم بعد به خودتون بدیم، این بهتره نه؟ عکاسمون که اینجا، بیا اینجا پس، بیا علی بیات اینجاست، مزدکی عکس با هم بندازیم. خب همینجا؟ آره. خیلی هم موفق باشیم. بازر تمام. خب شماره بعدی رو بکشیم. مزدک میشه یه خواهش ازت بکنم؟ خانم بکش. 29. به نام خدا، حسن فتحی هست. آقای فتحی فوتبالی هستی؟ بله. کدوم تیمو خیلی دوست داری؟ پرسپولیس. حدس اینه که مزدک طرفدار کدوم تیمه؟ پرسپولیس باید باشی. حدس اینجوری حدس میزنی؟ بله. کیا حدس میزنن مزدک پرسپولیسی بوده یه زمان؟ اون 5%ش پرسپولیسی؟ خیلی. کیا میگن اون 5%ش استقلالی؟ نه چه شبیه هم دیگه است. آقا به تبریک میگم، واقعا یه جوری برگزار کردی. شبیه هم در آوردم. خب سوالی داری از مزدک؟ چند سال گزارش میکنم؟ چند سال گزارش میکنم؟ بشی راحت بشینم. آقا پشتم به ایشون. نه اب نداره، برای دوربینه بفرمایید. از سال 77 تا الان دیگه میشه 19 سال. 19 سال دیگه سوالی نداری؟ جایزه‌تو انتخاب کن بگو. 5. اون دستگاه فرستنده حاشیه‌اش افتاد. خودم هم افتادم. خب بفرمی. خب مزدک چی فکر میکنی؟ چی جایزه میدی؟ من فکر کنم یه بازی پرسپولیس رو ایشون رو مهمون کنم همراه خودم، ببرم اونجا باکس گزارش، به اتفاق بازی رو ببینیم، ایشون هم تشریف داشته باشه. این عالیه نه؟ ببین یعنی من البته اگه تایید کنه برنامه اجازه بده ها. نه دیگه. نه دیگه، اما اگر نهار دیگه قطعی جایزش نشد. آره؟ انشالله. بله. شاهکاره. اگه بازی استقلال شد چی میای؟ بازی استقلال اگه شد دربی باشه که خیلی عالی. اگه بازی استقلال شد چی؟ نه میگه استبجه پرسپولیس استقلال ببرته. نه پرسپولیس فقط پرسپولیس. فقط اونجا باید ساکت بشینی، میگه مثلا گل زدن اینا خوشحالی هم نباید بکنی. چسب ببندوردنش بعدا به صندلی بچسبه. چه جایزه ای شد؟ نه درجه یک شد. منم به اندازه تو هیجان زده شدم. خیلی باحال بود. دمت گرم. عجب جایزه. آقا بیا اینه براش بچسبونین. نه چسبوندم. مزدک چیز شد. آماده برو. 103. به نام خدا، سمیه دوست محمدی هستم. خانم دوست محمدی. خانم دوست محمدی سوالی دارین از آقای میرزایی؟ چند سالشونه؟ 46 سال.
اینجوری کردم پیش شمارتون انتخاب کنید. 14. این یکی از جایزه‌های معنوی مونه. کسی که جایزه میبره به یه عزیزی یار کنارشون یا تو خونن یه جمله محبت آمیز میگن. خیلی هم خوب. خیلی هم خاطر انگیز میشه. خانم بکی میگین؟ به همسر. همسر کجاست؟ همسر بلند شو. اون کسی هم که بینتون نشسته پسر. فرزنده؟ گوشاتو بگیر. پسر گوشاتو بگیر ببین. نه اتفاقا خیلی قشنگه بچه ها ببینن پدر مادر به هم دیگه ابراز محبت میکنن. خانم بفرمید. میخوام بگم که خیلی دوستش دارم. تو هم پاشو، تو هم پاشو. خیلی باحاله. شما چی جواب میدین؟ من هم میخوام بگم دوستشون دارم، هم بابت این زحماتی که توی مدت کشیدن ازش تشکر کنم. بابا تو چی میگی؟ اون وسط تو همین جمله بگو در ادامه. من پدر و مادرم خیلی دوست دارم. نوش جونت. خیلی هم قشنگ. چه لحظات عاطفی. خیلی خوب بود. عالی بود. یه دونه آخری شد دیگه. آخری شد. 89. به نام خدا محسن اوجانی هستم. اوجانی. سوال داری از مزدک؟ بله. جناب مزدک می‌خواستم ببینم شما یه برنامه هم خودتون ساختید، برنامه ورزشی. بله، برنامه که تو شبکه ورزش چند تا برنامه ساختیم. حالا برنامه میدان بود، برنامه برازوکا بود و برنامه لیگ یک بود. چند تا برنامه بعد برنامه شبکه مستران بود که تاریخ تیم ملی بود و تاریخچه شهرآورد. اول تاریخ شهرآورد ساختیم. این اینجا رو نگا دار، بعد بعدن تو بخش بعدیم راجبش صحبت بکنیم. این چیزیه که من دوست دارم راجبش حرف بزنم. آره. بعد تجربه ساخت. آقای عرضم حضورتون که عادل هم همکاری دارید تو برنامه 90. تو برنامه 90 که به هر حال آره دیگه، به هر حال از سالهای آغازین برنامه 90 بود که عادل لطف داشت به من و از من دعوت کرد که برم تو برنامه کمک بکنم. هنوزم که هنوز این ارتباط وجود داره. خیلی خوشحالم که تو برنامه 90 هستم. من زنگ دست هم دیگه هم هرس خوردین؟ نه واقعا نه. باور کنید چون خیلی راحتیم دعوا اینا نمیگم و هرس خوردن نه 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 اصلا. چالی دمتون گرم. نه واقعا چون وقتی با هم مچ باشی مشکلی به وجود نمیاد به اون شکل، یعنی همه چی طبق اون اصول پیش میره و هم احترام سر جاشه، هم کار رو انجام میدیم و کار پیش میره، همکاری لذت بخش میشه. خیلی ممنون. بفرمید. شماره 4. 4. مبارکه. خب آقای میرزایی عزیز، آقای میرزایی عزیز، مزدک جون تو من چی صدا میکنی؟ رامبوت دیگه. بله. خوبه؟ بله دیگه. آخه راضی؟ بله بله خیلی ممنونم. خواهش میکنم. تشکر میکنم جون. چه خبر؟ عالی. خدا شکر. حالا چطوره؟ عالی خدا شکر. همین الان با آقای حسین نوروزی جملاتی بینمون رد و بدل شد، متوجه شدیم که هر دومون متولد هفته صبح اول دی ماه 1350 ایم. پاشو بغل کنیم هم دیگه. ما دوتا در یک لحظه متولد شدیم. من تهران، حسین لرستان، علی گودرز. آره خدا حفظت کنه. شکر. مزد تو 26 شهری 26 شهریور 1149. بله. هدیه چی دوست داری بگیری؟ آره توپ فوتبال. توپ فوتبال؟ آره. ما یک تصویر رو، یک تیکه از فوتبالی رو پخش میکنیم. یه ذره اینورتر میتونی بشینی. آره. آره آره. صدای ناهنجار. نه مهم نیست. بازی ایران و کره است. خب. که قوچان نژاد گل میزنه، تو هم اصلا گزارش کردی.
یه دور بشنویم ببینیم. خب بعد من ازت خواهش خواهم کرد تو با حالات مختلف یه دور دیگه اینا رو گزارش کنی. بسیار متشکرم. آماده؟ ببینیم. قطعات موعد موجوده. محبوب من یقود هذا المنتخب لكن ربا 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 يسجل الان خطا كبير چی میگی؟ ربا ربا زوکاتا کره ای شدی الان این من بودم چی؟ این من بودم الان چی میگی؟ داشتی از هیجان داشتی منفجر میشدی آره دیگه اصلا منفجر شدم آره ما هم که تو خونه بودیم منفجر شدیم چی داشتی میگفتی؟ داشتم میگفتم گل شد دیگه همین بهمین راحتی نه 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 یه چیز داری میگی یه چیز تکرار میکنی چی میگی؟ قوچان نجات آقا یه بار دیگه بذار اینجا رو بگو چی میگی؟ این زبان اصلی بود دوبه نبود کره‌ایه وزیر نویس بشه ربا 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 یوستش جبنان کره‌ایه کجاییه؟ عربیه عربیه؟ آقا این الان یک دور با لحن خیلی عادی گزارش کن یعنی چی هیجان اصلا نباشه هیچی اونی که بهت گفتم اون چیزی گفتم تو لحن بریم آماده یک دو سه یه حرکت از تیم ایران یه اشتباه از بازیکن تیم کره حالا حرکت انجام میشه فرصت و گل گل حالا معکوسش اکستریمش یعنی خیلی آن دو توپو میفرسته یه موقعیت بازیکن تیم کره اشتباه میکنه فرار قوچان نژاد قوچان نژاد توی دروازه گل برای ایران گل برای ایران حالا یک آقایی که به دلیلی خیلی عجله داره آها دلیلش هم بعد بوده بره دستشویی خیلی زیاد یعنی واقعا دیگه دمشه بریم آماده خیلی عجل ده بودو یه پاس خوب فرصت برای تیم ایران بگی تو با دیگه آها حالا حرکت میکنه بزن خب خداحافظ عالیه عالیه خودت یکی دیگه بریم یه دونه خودت پیشنهاد بده عربی نمیتونم با یه حالتی با گریه آماده جای جواد خالی ها جواد خیلی هیجانی میشه آره آماده یک دو سه برو بریم یه پاس خوب فرصت برای تیم ایران ببینیم به کجا میرسه این تو فرصت برای قوچان نژاد خیلی جدی شد عالی بود آفرین باری کل آتیش باره آقا بعد قبل از اینکه بریم بیاییم تو استودیو مزدک به من گفتش که من خیلی اهل شوخی نیستم گفتم فکر کردی و الان دیدی که واقعا حق با من بود به شدت هم اهل شوخی ممنونم تکذیب میکنم تکذیب میکنی نمیتونی دیگه ما تصاویری ازت داریم که هیچ کس دلو نهیده در این جای جهان خیلی هم عالی خب یک کار دیگه ای هم که بکنیم اول آها شما لبخند بزنید به تماشاچی در منزل 15 ثانیه براش از 15 میشمار میایم پایین 1 2 3 15 14 13 12 11 بابا این خیلی آتیش بار است نه؟ خیلی آره واقعا باری کردم دمت کم متشکرم مزدک تو فیلم مستند ساختی بله و این خیلی باحاله به خاطر اینکه من میدونم فیلم سازی چقدر سخته
و تو بگو چه جوری بود برای چه لذتی داشتی، چقدر حال کردی؟ این مجموعه مستند بود که خب از سال 90 فکر کنم شروع شد اولیش، که خب تاریخچه بازی‌های تیم‌های استقلال پرسپولیس رو ما بررسی کردیم از ابتدا تا به امروز. فکر کنم تا به حال این کار انجام نشده، مثلا ما پخش می‌کردیم تو برنامه مختلف ورزشی از جمله 90 بازی قدیمی رو، ولی اینجوری نبود که مثلا بریم از اول ببینیم چه جوری اصلا این در واقع تضاد شکل گرفته، یه سری آبی شدن یه سری قرمز شدن. از اول شروع کردیم که چه اتفاقاتی افتاد که مثلا پرسپولیس از شاهین مشتق شد، بعد تاج سابق چه جوری به وجود اومد، بعد چه اتفاقاتی افتاد که مثلا این دو تیم با هم مشکل پیدا کردن و اینا، که هر کی طرفدار خودش پیدا کرد و اینا. بعد اومدیم جلو دیگه، رسیم داربی های اخیر که برگزار شده. توی 30 قسمت ما در واقع اینو ضبط کردیم با استفاده از تصاویر آرشیوی که خوشبختانه تا اونجا تونستیم پیدا کردیم، یعنی البته مال قبل از انقلاب پیدا نکردیم، چیزی هرچی هم گشتیم نبود واقعا، ولی خب مال بعد از انقلاب همه رو گذاشتیم، هر بازی که بود و در موردش بازیکنان که اون تو بازی بودن یا اون ژورنالیستایی که به هر حال تو اون دوره و زمان به هر حال تسلط داشتن بر کار، با اونا صحبت کردیم و کار بعدی نبود، ولی خب احساس همینه که بازم بهتر از اون میتونستیم کار بکنیم. بعد رسیدیم گفتیم خب حالا این کار رو در مورد تیم ملی کشورمون انجام بدیم، بازی مهمی که تیم ملی انجام داده، اونم توی شبکه مستند، توی اونم فکر کنم 26 قسمت می‌خواستیم 52 قسمت کار بکنیم، اونتا یه معذوراتی بود که به 26 قسمت قناعت و هر کدوم چند دقیقه؟ 30 دقیقه. و خب فکر می‌کنم که جای مستند ورزشی یه مقدار خالیه توی برنامه‌های ما، یعنی ما بیشتر فعلا پخش زنده می‌کنیم بازی‌ها رو، یعنی اونجوری نیستش که مثلا بریم کنکاش کنیم ببینیم که توی گذشته چی بوده، توی چقدر واجب و لازمه. آره خیلی. آره. شما شبکه ورزشی مختلف رو نگاه می‌کنید، مطمئن باشید که چند تا مستند دارن در مورد حالا مسائل مختلف، نه فقط فوتبال، حالا ممکنه مثلا تنیس باشه، نمی‌دونم هر چیزی امکان داره باشه، و خیلی فکر می‌کنم جاش خالیه و شدنی این کار راستم. میشه کار کرد روش و فکر می‌کنم یه مقدار نیروی بیشتری می‌خواد و عزم بیشتری می‌خواد و یه مقدارم حالا دوستان اونایی که حالا اسپانسر هستن توی این قضیه میتونن کمک بکنن. آره خیلی درسته. دلت میخواد اصولا این مسیر رو ادامه بدی؟ 100%. علاقه خاصی به این کار دارم و خودم واقعا دوست دارم که مثلا برم تحقیق بکنم، چون تحقیق اینا رو خودم انجام دادم. آفرین. و خب واقعا لذت بخش کار اصلا. کردن. مثلا رفتم مجله کیهان ورزشی قدیمی رو مثلا ورق می‌زدیم، از توش یه سری چیزا پیدا می‌کردم، خیلی جذابه مثلا هم برای من هم برای اونایی که مثلا می‌خوان ببینن تصاویر رو. بعد به ما خیلی کار خوب رو آره حتما. فکر میکنی مثلا فیلم سازی رو بخوای جوری هم ادامه بدی وقت داستانی هم بسازی؟ داستانی که نه فکر نمیکنم، چون نیاز به یه سری پیشینه داره که حقیقتش من ندارم، ولی در زمینه ورزشی آره. تخیلش هم نمیکنی؟ رویا پردازیش هم نمیکنی اصلا؟ نه چون حس میکنم موفق نخواهم شد، چون علاقم به ورزشه و ناخودآگاه میرم سمت ورزش. آره نمیشه. ممکنه یک فیلم داستانی ورزشی بسازی؟ این آره اینو پیشنهادشم شده، ولی خب آره ولی خب در همون حد پیشنهاد باقی مون، چون نیاز به تایید کننده و به هر حال منابع مالی داشت که انجام نشد. خب اگه شرط رو صفر بگیری بخوای بری دنبالش، ممکن به راحتی اتفاق بیفته برای آدم مثل تو؟ قطعا میشه. آره شدنش که شدنیه، ولی یه مقدار خودتون میدونید شرط سازمان الان جالب نیست از نظر وضعیت اقتصادی زیاد مالی. آره آره متأسفانه تلویزیون اوضاع مالیش خیلی بده. قول؟ خب سعی میکنم که تا اونجایی که به هر حال بتونم تو این کار باقی اون گزارشی رو جدی ادامه بدم و همچنان انگیزه شو دارم، چون انگیزه یک موضوع خیلی خیلی مهمه، یعنی شما اگر انگیزه نداشته باشید و بخواید یه کاری رو انجام بدید مسلماً به بیراه میرید و کارم خوب عذاب در نمیاد. و به محض اینکه آدم حس میکنه که دیگه خودم میگم حس کردم که واقعا دیگه جواب نمیدم تو این کار، میذارم که میرم دنبال کار دیگه. آره. خب بعد قول بدی بیرون از اینجا یه کاری بکنی یک نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنه و دوربین ما هم بیاد این قول تو رو که داری انجامش میدی رو ضبط میکنیم میاریم تو برنامه نشون میدیم، برای ترویج اینه که آدما احساس مسئولیت بکنن نسبت به محیطشون، حتی برای یک نفر یه کار باحالی بکنن. فکر میکنم که یه سری بزنیم به مثلا کهریزک بد نباشه، چون اتفاقا یکی دو روز پیش یه تصویر رو دیدم خیلی جذاب بود، چند تا جوان قدیمی که الان دیگه پیر شده بودن داشتن فوتبال بازی میکردن اونجا.
خیلی جذاب بود و فکر می‌کنم که بعد نباشه یه سری بزنیم. میری باشون فوتبال بازی می‌کنی؟ آره چون آره خیلی خوبه. خیلی هم باحاله. دمت گرم.